مارشال دوستم و رفاقت قدیمی با طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد: مارشال عبدالرشید دوستم و رفاقت قدیمی با طالبان. مارشال دوستم پنهان نمی کند، همیشه می گوید ما رهبرای طالبان را شناختگی هستیم. پیش ما آمدند، گپ زدیم، نان خوردیم. از خاطرات جنرال ملک. مختار نیازوف مسئول دسک افغانستان در وزارت امنیت ازبکستان پیام آورد تا جنرال صاحب دوستم با جنرال نسیم رنا رئیس ISI پاکستان در تاشکند ملاقات نمایند و دوستم با چند نفر معدود روانه تاشکند شده با مهمانان خارجی و در حضور رستم عنایتوف وزیر امنیت ازبکستان دیدار و گفتگو کرد و بکس $1,000,000 را به دوستم صاحب تسلیم داد و جنابشان به زیاد ترجمانی که فعلا گارد سفارت افغانستان در دهلی است هدایت داد تا بکس را برداشته به دکتر عظیم یاور خاص بدهد. در این مجلس بر علاوه من زیاد ترجمان عالم رزم سید کامل خان نیز حضور داشتند. جنرال دوستم به مزار شریف برگشت و به قوای هوایی دستور داد تا تیم تکنیکی ترمیم تیارات حربی و ترانسپورتی را به قندهار فرستاده تیارات طالبان را آماده نبرد با حکومت استاد ربونی بسازند. قوای هوایی شمال طبق هدایت جنرال دوستم انجینیر غیاس سر انجینیر قوای هوایی و اکی جلال پیلوت از قوم ازبک را که حالا هم در قید حیات است با تکنیکگران هوایی و با مبلغ هنگفت پول به کمک طالبان به قندهار فرستاد. در همین زمان تمام پرزجات تیارات طالبان از شمال اکمال شد و وسایط ترانسپورتی و حربی آنها در قندهار آماده اجرای وظایف محاربوی گردید. مبلغ $100,000 آمریکایی توسط مرحوم مولوی باقی ترکستانی به طالبان قندهار فرستاده شد تا جهت تقویت بیشتر خود به مصرف برسانند. جنرال دوستم بنابر دعوت مقامات پاکستان با من سید منصور نادری، استاد محقق، عالم رزم و زیاد ترجمان غرض ملاقات با رهبری طالبان از راه تاشکند به اسلام آباد سفر نمود. جنرال دوستم با همه ما یک جا در مهمانخانه ISI جا به جا شد و آن شب دوستم با ملا ربونی نفر دوم تحریک طالبان ملاقات کرد و در ملاقات عمومی در برابر ما از طرف طالبان ملا غوث وزیر خارجه، ملا جلیل، امیرخان متقی و چند نفر دیگر حضور داشتند و روی سقوط حاکمیت دولت استاد ربونی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سید منصور نادری بعد از ختم مجلس تا صبح به حرکت های امیرخان متقی میخندید و میگفت که اگر این شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان شود چی خواهد شد و با تأسف چنین هم شد. جنرال دوستم با همراهانش یک جا به مزار شریف برگشت. ارتباطات تلفنی با طالبان تأمین بود و تعرض بالای منطقه دلارام شروع شد تا به امارت امیر اسماعیل خان نقطه پایان گذاشته شود. از زمین نیروهای پیاده طالبان و از هوا تیارات سوی 22 جنبش نظر به هدایت جنرال دوستم پیلوت های با تجربه افغانستان جنرال حفیظ قهرمان، جنرال بصیر پیلوت، یعقوب پیلوت، یونس پیلوت، نقیب پیلوت و دیگران که اسمهایشان در اینجا نمی گنجد و الحمدلله همه در قید حیاتند بمباردمان هرات را شروع کردند. تیارات جنگی در آسمان هرات مانور می رفتند و صدای غرش ماشین های حربی و بم احتمالاً تا هنوز از یاد شهریان هرات و امیر اسماعیل خان نرفته است. لشکر نور به فرماندهی امیر اسماعیل خان بعد از پیروزی دولت اسلامی در افغانستان غرض تصرف شمال سالها بود که در خط بالامرغاب با جنبش و مردم فاریاب می جنگید.
بانک هزاران جوان فاریابی و هراتی جان باختند و مردم فاریاب و هرات بارها بی‌رحمانه مورد بمبارد هوایی قرار گرفتند، اما جنگ ختم نشد. در این موقع لشکر جنبش به فرماندهی رسول پهلوان به اساس هدایت جنرال دوستم از طریق زمین به بادغیس حمله کرد و تا مرکز قلعه نو پیشروی کرد و هرات هم بنابر هر معامله سقوط داده شد. در این هیاهوی جنگ و لشکرکشی جنرال دوستم مجدداً به اسلام آباد سفر کرد و مجلس بزرگی با اشتراک آقایان گلبدین حکمتیار، حضرت صبغت الله مجددی، مرحوم حاجی قدیر، استاد محقق، سید منصور نادری، مولوی ترکستانی، غلام محمد یعلاقی، عالم رزم، زیاد ترجمان، جنرال پاینده پیلوت و من حضور داشتیم. در آن زمان گلبدین حکمتیار صاحب و حاجی قدیر از نفوذ طالبان و آینده آن در منطقه پشتون نشین نگران به نظر می رسیدند. جلسات ادامه داشت و بعد از ختم جلسه دوباره به مزار شریف برگشتیم. بالاخره جلال آباد سقوط کرد و طالبان به دروازه های شهر کابل رسیدند و این در حال است که اکنون طالبان توزیع کننده قدرت هستند. نشست صلح در ترکیه به معنی واقعی کلمه نبرد، نابرابر و بدون کلاشینکوف است. اردوگاه مقاومت ضد طالبان این بار در موضع لرزان، شکننده و قطب بندی شده قرار می گیرد و هیبت فتح سال 2001 دیگر وجود ندارد. برعکس، احساس فتح و حالت تعرضی از آن طالبان است. در این حال اردوگاه مقاومت رهبر ندارد و چهره های جزیره نشین و با هم رقیب در 20 سال اخیر در میدان و جاده های فرعی آن جولان داشتند. امتیازدهی از سوی پاکستان به مارشال عبدالرشید دوستم، حوزه شمالی و پنجشیر و بلخ و سیاستگران هزاره آنم به طور جداگانه در پروگرام شامل ساخته خواهد شد تا اردوگاه مقاومت هیچگاه بر رهبری واحد و یک پارچه دسترسی پیدا نکند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.